درود بر شما همیهنان گرامی. امروز چهارشنبه 23 تیر ماه با خلاصه مهمترین خبرهای آواتودی در خدمت شما هستم. به گزارش آواتودی، روز چهارشنبه 23 تیر سفارت امارات در تل‌آویو با حضور محمد آل خواجه سفیر این کشور و ایزاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به طور رسمی فعالیت خود را شروع کرد. امروز چهارشنبه 23 تیر کشاورزان خشمگین جنادله و خزرج در خوزستان در اعتراض به قطعی آب تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ادامه شلیک مستقیم سرکوبگران نظام، دو کولبر به نامهای سید روان تیسو و سید ظاهر تزاهم اهل شهرستانهای بانه و پیرانشهر به شدت زخمی شدند. به گزارش آواتودی، به نقل از رصد بلوچستان، شامگاه سه‌شنبه 22 تیر ماه اجساد جانباختگان کرونا به دلیل تکمیل شدن ظرفیت سردخانه بیمارستان رازی سراوان به صورت شبانه به سردخانه ایران مهر منتقل شدند. جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، ضمن اشتباه توصیف کردن خروج نیروهای آمریکا از افغانستان نسبت به تبعات سوء آن هشدار داد. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس کشورمان، در حاشیه جشنواره کن به سرکوب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی در گفتگویی با نشریه ورایتی گفت ایران کشور سرکوبگر است که در آن امکان آزادی بیان و گفتن آنچه را که فکر می کنید ندارید. به گزارش آواتودی، یک آتش سوزی عصر امروز چهارشنبه 23 تیر ماه در محلی که گفته می شود سایت انباشت مواد شیمیایی مجتمع پتروشیمی ماه شهر است روی داد. عوامل ناشناس مسلح سه مأمور مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کهنوج را کشته و دو تن دیگر را زخمی کردند. هویت مأموران کشته شده عبارت است از ناصر بشام، مسلم بناوند و نظام تاجیک. به گزارش آواتودی، اندکی پس از رصد کشف و ضبط بزرگترین عملیات انتقال سلاح به داخل خاک اسرائیل، ارتش این کشور از احداث یک سایت انباشت سلاح و مهمات توسط حزب الله در 25 متری یک مدرسه خبر داد. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، شب و روزگارتان خوش.